سلام دوستان عزیز دانستانی روز، امروز با چند تا نکته ساده ولی مهم برای داشتن خواب بهتر و با کیفیت تر در خدمتتون. خیلی ها فکر میکنن اگه شام نخورن هم سالمتر میمونن و هم هیکلشون رو فرم میمونه، اما باید خدمتشون عرض کنم که با شکم گشنه سر رو زمین گذاشتن باعث بیخوابی میشه و هم اگه خوابتون هم ببره کیفیت خوابتون میاد پایین. بهتره که برای وعده شام از غذایی مثل گوشت یا پنیر استفاده کنید، چون هم پروتئین زیادی دارن و هم یه ماده‌ای دارن که باعث خواب خوب و راحت میشه. خوردن میوه و سبزیجات به جای شام کار درستی نیستش، چون نفخ میکنین و دیگه داستان میشه براتون. توانایی حفظ کردن و به خاطر سپردن مغز شبها به اوج خودش میرسه. به همین دلیله که اکثر افراد معتقدند شبها درس بیشتر میره تو کلشون. دانشمندان معتقدند کتاب خوندن قبل خواب باعث از بین رفتن استرس و فراموشی مشکلات روزانه میشه و یه خواب خوب و با کیفیت رو به همراه میاره. البته منظور از کتاب خود کتابا، پی دی اف خوندن و این سوسول بازی قبول نیست. تحقیقات ثابت کرده که اگه شما یه ساعت قبل خواب دو تا کیوی بخورید، خیلی سریعتر و با کیفیت تر میخوابید. ویتامین ای و سی کیوی چرخه خواب رو در مغز تقویت میکنه. حالا اگه به جای کیوی لیمو بخورید، این نتیجه کاملا برعکس میشه. میدونستین بدن ما از دو نوع چربی تشکیل شده؟ چربی سفید که همون چربی لعنتی دور شکم و پهلوه که تا پیرت نکنه آب نمیشه، اما یه نوع دیگه چربی هم به اسم چربی قهوه‌ای وجود داره که منبع انرژی و وظیفه تنظیم دمای بدن رو به عهده داره. تحقیقات ثابت کرده که هوای سرد میتونه چربی سفید رو به چربی قهوه‌ای تبدیل کنه و سوخت ساز بدن رو بالا ببره. اگه شما شب قبل خواب فقط چند پنجره رو باز کنید و بذارید کم هوا بیاد، باعث میشه که چربیای قهوه‌ای حتی وقتی شما خوابین خیلی خوب و خفن کارشون رو انجام بده. هر شب قبل خواب برنامه روز بعدتون رو کامل بنویسید. با این کار صبح با هدف و انگیزه از خواب بیدار میشین و سعی میکنین تمام برنامه‌تون رو دونه به دونه انجام بدید و کلا زندگیتون نظم میگیرید. در آخرم یه راهکار دارم برای اونایی که خور و پف میکنن. هر وقت آزادی که گیر آوردین یه مداد بردید و بذارید بین دندوناتون به مدت 10 تا 5 دقیقه نگهش دارید. این کار عضلات کام بالایی رو تقویت میکنه و باعث میشه دیگه خور و پف نکنید، چون افرادی که خور و پف میکنن عضلات کام بالاییشون ضعیف. این حرکت برای از بین رفتن سردرد هم مفید. بله، اینم چند تا نکته باحال برای خواب بهتر. به نظرتون کدومش جالب تر بود؟ لایک و فالو هم فراموش نشه و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.